بدم خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز، مخصوصا عزیزانی که از گوشه و کنار دنیا برنامه های ما را از کانال یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا دنبال میکنم. امروز آمدیم به جاده جنوبی مسجد جامع شهر هرات و میخواییم به چند تا از دکان های بریم که پیشینه بسیار طولانی دارند و در قسمت عکاکی و سنگ تراشی به اصطلاح میشه گفت کار میکنن. شهر هرات هم خب ماشاءالله بسیار شلوغ شده و تعدد سه‌چرخه‌ها رو میبینیم که خیلی هم زیاد هم هست و تعداد زیادی از وسایط نقلیه در داخل شهر هرات در سالهای اخیر به چشم میخوره که کمی مزدحم ساخته و همچنان خیابان‌ها و کوچه‌های قدیمی هرات برخی و قسمت‌های مجددا نوسازی شده و برخی ها به اون شکل همچنان باقی هست. اما ما آمدیم به یکی از دکان‌های قدیمی که کم کم اون شکل سنتی خود از دست داده و فکر کنم نو ساخته شده و باید دوست خود بیشتر هم کلام شده. سلام، خوبین، بخیرین؟ خوب هستم، خود شما خوب و سلامتون. نام شما؟ عبدالجبار احدی. آقای احدی، در مورد دکان بگیم، مشخصا کاری که شما میکنیم چیه بینجی؟ این کار ما به نام عکاکی میگم که ما از قبیل حساب نگین تراشی، لاکت، دستبند، سنگ قیمتی تا به نیمه قیمتی ما تراش میدیم. سنگ های جالبی ما به اینجا میبینیم، بیشتری سنگ ها از کجا میایه و اینا بیشتر سنگ ها وطنیه یا نه؟ قیمتی میشه گفت یا نیمه قیمتی اصلا قیمتی نیه سنگ ها؟ این سنگ ها مکمل مال خود همی خاک و همی وطنه که از جمله عقیق، کارتز، امتس، لال، فیروزه داریم ما و شما، لاجورد داریم، کارتز داریم، فرض مثال سنگ جاسپر داریم، کریز کولا داریم، عقیق سلیمانی داریم، عقیق شجر داریم، عقیق باباگوری داریم، مکمل اینا سنگ خود همی وطن همی خاکه. اگه موافق باشیم چند تا از این نمونه رو به اینجا بگذاریم که ما ببینیم از سنگ ها، سنگ های مختلف و سنگ لاجورد فکر کنم، درسته؟ جان، بله. این سنگ لاجورد داره. این پالش دادی رو گفته میشه. این کاست سنگ طبیعی معدنی گفته میشه. این هم لاجورده؟ بله، این هم لاجورده. این به نام فیروزه میگن که مردم از فیروزه ایران استفاده میکنه، اما این از ما ایران میخره، پس به خود ما به نام ایران سودا میکنه. یعنی مواد خام از ایران تهیه میشه؟ از خود ای از ایران نیه، ای از سایه ولایت فرایه. از کدام ولسوالی؟ از ولسوالی خاک سفید تقریبا. درسته. و این سنگ مقبول چقدر زیبایه، چقدر هم براق، نام از این چیه؟ به نام کارت میگم. از این سنگ از ولایت هرات، از ولسوالی فرسی. ولسوالی فرسی، خیلی خوب. یعنی معادن خاصی داره که نمیشه؟ بله. چقدر زمان میگیره باز تراشکاری از اینا و به جز انگشتر به چی زیورات دیگر استفاده میشه؟ فرض مثال به سیتایی که آل خانوما رواج شده، خانوما از اینا سه جور میکنن. فرض مثال لاکت، سینبند، دستبند، انگشتری، گوشواره، مکمل نگین را از سنگ جور میکنن، سنگ طبیعی. خب ما خود چند نمونه سنگ برای ما نشان دادم، سنگ های قیمتی که از ولایت فرای، از بدخشان، عرضم به حضور شما از خود هرات، از ولسوالی مختلف خود ولایت هرات میباشه که اینا رو عکاکی میکنن و از اونا انگشتر در میارن. میشه چند نمونه ای که تراشکاری شده رو هم نشان بدیم که ببینیم؟ خب اینا خب میشه گفت مواد خام هست، یعنی صیقل داده نشده و بعد از اینکه صیقل داده میشه تبدیل میشه به این زیورات زیبا و زیورات مقبولی که شما در تصویر تماشا کردید. میشه اینا. بله دوستان، میبینیم که انگشترهای جالبی هست و سنگ های مقبول. جنس از اینا فکر کنم نقره دیگه. ولی ها جنس از اینا نقره و او عقیق از ولایت هرات، ولسوالی گرونه. توی سنگ از خود امی ولایته. سنگ ها کی میاره برای شما؟ چگونه؟ سنگ ها مردم کوهستان که اینا از معدن ها غل میخوره، چوکه پوکه از تخرودا و از دشتا جمع میکنم، باز میارم من کیلو
برای ما سویدا میخونم تم گزارا و پرده از این مردم میشه هم از ما میشه. سنگ شجر هم داریم؟ بله. شجر چی گونه سنگه و کدام شجر بیتره؟ شجر که است عقیق او عقیق خاص شجر که است او عقیق او به حساب گل داره. او هم از ولایت تهرات از ولسوالی گران است. از ولسوالی گران. خیلی خوب. این طرف دستگاه هم دارن و فکر کنم که بیشتر دستگاهشان به این قسمت می باشه و سنگار این مراحل طی میکنه تا آماده میکنن و بله دوستای عزیز و این دستگاه هایی که دارن از او استفاده میکنن که مطمئنن زمان میگیره صیقل دادن، تراشکاری و آماده سازی این سنگ ها و استفاده اینا و این دوست ما اینجا آمدن که همراه اینا هم صحبت میشیم و ببینیم که بکنم آمدن برای خواهی انگوشتر بگیرن. سلام، خوبین؟ سلام، شما خوبین برادر، بخیرم، سعدمندم انشاءالله. شکر، نام شما؟ حجی غلام رسول. حجی صاحب، شما انگوشتر ها مقبولی دارین؟ جان خود شما مقبولیم، جانم هم هم تو شوق مانه، همی کار مانه، برای همی به حساب کار میکنین، یعنی به حساب یه عقیق شجریه، یعنی می سنگ که هست، نگاه کنیم یه گنبدیه، به سر از یه بیرقه، بسیار منظمی شجر گفته میشه. این یک لاکتیه، این شجریه، نگاه کنید چی گلای قشنگی داره. اینا سنگای مختلفه، سنگ شجره. اینا تقریبا از ولسوالی گلران میایه، از منطقه چی. این هم یک عقیق شجریه. این تقریبا سنگایی که قدرت خدا ما شما کلن با روی قدرت پروردگار بریم. که این حکاک نمیتونه این رکه کی کنه. این رنگ آموزی کنه. این رنگی که پروردگار رخته به سر از این. بسیار یک رنگ خوشگله، رنگ مقبولی، زیبایی. اینا چیزهای هست دیگه، هر کدوم خصیت های خاصی داره دیگه. در ذات خواهی می شجر طایفه که هسته باز. چند سال میشه شما همی انگوشتر می پوشیم؟ فلسفی و چیه؟ چی لذت خاصی میده برای شما؟ بلا همی سنگ خوده که هست وقتی کدام به رو موضوع مسائل از این که میشینه این که چی میکنه؟ همی سنگ خود از هر کدوم یک نوع خصیتی داره. چرا که خداوند متعال جل جلاله آن چیزی که خلق کرده او مخلوقی که الله خلق کرده بزو حتما یک حکمتی هست. حقیقت هست بسیار یک چیز پاک، یک قلب انسان همیشه پاک، کسی که نماز خون باشه چی باشه حقیقت بسیار زیار خوبه که بپوشه. ولی همین حقیقت چند خصیت داره. یک حقیقت به نام حقیقت بابا غوری میایه که تقریبا از چشم همین بد و همین چیزا چی میکنه. دیگه شجره متر کدوم گلوبتوهای خوبی داره. نظر به قدرت خدا آدم سعی میکنه که چقدر پروردگار ما قدرت داره. شما نگاه کنید یک نوع میاد من خود بودیم موری میرک میگفتم همچین یک چیزی نه اونا خصیت نداره. اونا یک چیزایی بود که اونا یک خرافات بسیار. اونا اصلا از نظر شریعت همی کسایی که مثلا به نام موری میرک یا به نام موری خرموره یا به فلان یا فلان کسی که او رو میپوشه حتی انکام وقتی که او فوت میشه اون لحظه انکام داره که ایمان از او به خطر باشه که امون که خود امراه چی جای رسیده نماز از او درست نیه، وضو از او درست نیه، غسل از او درست نیه، چون یک چیز حرامیه، نجستیه. پس این سنگ ها نباید بر اساس یک موضوع مقدس استفاده بشه؟ نه سنگ خود نباید بر اساس موضوع تکنه. شما این مخلوق خدایه. ولی موری مرک از او سنگ نیه، او یک گیاهی که از درخت میشه. خیلی عالی. قیمتو از اینو چگونه یه؟ شما فکر کنم کار شما همی میباشه؟ من این تو شوقی هم خود من یک دونه از اینو خریداری میکنم، پیدا میکنم، باز به صبح سنگایر میبرم، تراش میدم از اینو. سیب جون به اصلاح قیمتو دیگه ولی همی تقریبا 7-8000 افغانی قیمت داره. او یکی دست شما قیمت از او دیگه روی قیمت نقد شما منتخب قیمت خاصی داره. چند یاد دقلی قیمت اینا؟ بزی بازاره فعلا، بزی شهر فعلا که هیچی امال $200 به میگه $100-$150 $100 خریدار داره امال فعلا. خیلی خوب. این انگشتر شما چند قیمت اینا؟ این انگشتر تقریبا حدودن 5000 4500 5000 روز بیشتر قیمت نداره. تشکر از شما. قربان شما. موفق. تشکر از شما. خب دوستای عزیز تشکر که با ما همراه بودید و ای کاش فرصت های مهیا بشه که خیلی از سنگ هایی که ما داریم، منابعی که داریم به شکل بهتری از اون استفاده بشه، کارخانه های فیتری باشه برای تولید و تراشکاری و پروسس و صادرات
زینتی سنگ ها و اقلام زینتی که برای زیورات بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. تشکر که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.